بحث امروز بنده درباره شخصیت بالغ، شخصیت رشد یافته. خب از نظر مکاتب روانشناسی آشنا هستیم، کتابای زیادی تو این زمینه منتشر شده، به خصوص برخی کتابایی که تقسیم بندی روی شخصیت انسان کردن که هر کدوم ما در وجودمون سه شخصیت هستش. یکی شخصیت کودک با همون ویژگی های دوران کودکی، اینر چایلد. کودک خب تحت تاثیر احساسات و عواطفش، غرایز، در زمان حال زندگی میکنه، کمتر عاقبت اندیشی، مال اندیشی داره، کمتر دنبال برنامه ایست، تو همون زمان زندگی میکنه، نه گذشته براش عبرتی داره، نه آینده هدفی براش ترسیم کرده. احساس و عواطف و فان داشتن و لذت هرچه بیشتر. البته دوران کودکی خلاقیت و خیلی چیزای دیگر هم داره که مثبته. دوم شخصیت والد معرفی میکنه. شخصیت والد شخصیتی است که یک نوع سلطه‌گری میخواد داشته باشه، تیک اوور بکنه. حالا ممکنه که مثل حالت مرد سالاری یا زن سالاری باشه، یا جنبه حمایتگرانه. هرچی هم گفته بشه میگه من که خیلی تو میخوام، من که نظر بدی ندارم، یعنی در واقع به نوعی نفی استقلال، حالا اگه نسبت به همسرشه، اگه نسبت به فرزندشه، یک نوع اعمال نظر کردن، این رو شخصیت والد میگن. و سوم شخصیت بالغ. شخصیت بالغ فراتر رفته از دوران کودک و به بقیه هم نمیخواد سلطه شخصیتی داشته باشه، به جای اونها تصمیم بگیره، حتی با خیر خواهانه بخواد خواسته خودش رو که فکر میکنه که حتما بهتره به اونها تحمیل میکنه. خب این تقسیم بندی است که روانشناسا کردن، میگن در وجود همه ما این سه زمینه هستش و باید با تمرین، با تکرار، با توجه بتونیم غلبه بکنیم بر اون کودک درونمون. خیلی ها مثلا یه خودخواهی هایی دارن، یه تعریف از خودشون میکنن، میگن اشکال نداره، کودک درونشون باید نوازش کرد، بالاخره یه مقداری باید بهش میدون داد که اقناع بشه، ارضا بشه. به هر حال یک امر تربیتیه که هرچه بیشتر به اون مچوریتی آدم باید بتونه برسه. مطالعات زیادی هم در واقع دانشگاه های اینجا کردن که چگونه آدم میتونه بر خودش مسلط بشه و به خصوص این نیروی کنترل نفس، مهار نفس، یا به اصطلاح انگلیسیش سلف کنترل در واقع، که آدم اصطلاح قرآنیش تقواست، که تقوام ترمزه، یه جایی بتونه ترمز بکنه، یه جایی جلو خودش رو بگیره. یادتون نرفته باشه چند وقت پیش، سالهای پیش بود، یک توضیحی راجع به اون مطالعاتی که دانشگاه استنفورد در مورد سلف کنترل داشتن خدمتتون عرض کردم، که کتابایی هم نوشته شده، هنوز هم این مطالعات ادامه داره. آزمایشات از شاید حدود 30 سال پیش روی تعدادی کودکان 5-6 ساله آغاز شد. اینا رو در یه اتاقی می بردن که جلوش ظرفای شیرینی قرار داده شده، تک تک می بردن. بعد معلم میگه من یک کاری دارم، میرم بیرون 5 دقیقه بعد برمی گردم، تو یه دون از این شیرینی ها سهم توه، ولی اگه دست نزده باشی 2 تا بهت میدم. و دوربینم حالات این بچه ها رو زیر نظر داره که حالا معلم وقتی میره بیرون چه حالتی داره. خب آمار گرفتن که چند درصد همون موقع تا معلم رفته با
برحال شیرینی رو برداشتن، بعضی ها یه دقیقه مقاومت کردن، دو دقیقه، کمتر، بیشتر، چند درصد تونستن 5 دقیقه رو مقاومت کنن. حالاتی که بعضی ها زیر میز میرن برای اینکه نبینن، چشمشون نیفته، بعضی هی میخوان سرش رو بخارونه، کلافه است که چطوری مگه میشه. بعضی ها برداشتن اون چیز توش رو خوردن، شیرش رو بعد گذاشتن سر جاش. حالا بررسی کردن دیگه، اینا رو ترک کردن که حالا در دوران بعد دیدن که اینا که تو دبیرستان وارد میشن آمار گرفتن، این تونسته 5 دقیقه مقاومت کنه، این 3 دقیقه، 4 دقیقه. دیدن در تحصیلات هم اونا که بیشتر تونستن موفق تر بودن در برابر دراگ و نمیدونم خشونت های توی مدارس و الی آخر خیلی چیزای دیگه، داستان مفصله. یعنی به این نتیجه رسیدن که از IQ مهمتر و از همه معیارهای دیگه که تو دنیای امروز میگن این دلیل پیشرفته، قوی تر همون سلف کنترله، که آدم قدرت مهار نفس رو داشته باشه. اصطلاحاً در واقع همون دیلید گراتیفیکیشن، که بتونه آدم اون حالتی میخواد ساتسفای بشه، به چیزی راضی بشه، اونو بتونه عقب بندازه. من الان میخوام بخورم، الان دلم میخواد، ولی بتونی الان رو بندازی به عقب، حالا صبر بکن. این مهار اون خواسته ها و عقب انداختنش یه قدرتی میخواد که اصطلاحاً سلف کنترل در واقع بهش گفته میشه. یعنی در واقع اونچه که روانشناسان از شخصیت بالغ سراغ میدن کسیست که بتونه بر احساسات و عواطف و غرایز خودش تسلط پیدا بکنه، از اون دوران کودکی که فقط عواطف و احساسات و بازی سرگرمی بیاد بیرون و نخوادم به دیگران سلطه شخصیتی داشته باشه. من فکر میکردم که یه بررسی اگر بکنیم این تحقیق علمی چقدر قابل عرضه به کتابیست که بهش باور داریم، در قرآن چگونه میشه این کلمه رو پیگیری کرد، آیا واژه‌ای برای بیان شخصیت بالغ وجود داره در قرآن. ما میگیم فلانی به سن بلوغ رسید، نیست؟ یا بالغ شد. بالغ خودش یعنی رسیدن به سن، رسیدن رسید یعنی چی؟ بالغ شد یعنی رسید، به کجا رسید؟ مانه که کلمه عربیشو میگیم یادمون میره که معناش یعنی چی. پیامبران مبلغ بودن، مبلغ یعنی برسون پیام رو، بلغ ما انزل الیک، انزل اون چی که به تو نازل شده ابلاغ بکن. سن بلوغ یعنی چی؟ به چی رسیده؟ کمتر توجه میکنیم که به چی آدم باید برسه تا اون موقع بگن حالت مچوریتی براش مثلا حاصل شده. قرآن جالبه که هم سن بلوغ رو یه واژه‌ای براش داره، هم بلوغ جسمی و هم بلوغ رفتاری، اتیتود آدم، که آدم کی میشه گفت این رفتارش بالغ شده. میگه ازا بلغ الاطفال من کمل چی؟ کسی یک سن آیه رو حلم، وقتی به سن حلم رسیدن فرزندانتون، ازا بلغ به کجا رسیدن؟ به حلم رسیدن. ما میگیم فقط بالغ شد، رسیده به سن حلم. پس بلوغ کلمش در واقع حلمه، یا حلم میگه که جمع بشه در واقع. البته ممکن آدم به سن ظاهری بلوغ جسمی برسه، دختر یا پسر، ولی بلوغ عقلی نرسیده باشه. کلمه مقابل حلم صفحه هست، صفحه با هی عبس، مثل صفی ما میگیم، ولی تو فارسی میگیم صفی یعنی دیوانه. نه بچه رو، بچه که هنوز به سن تشخیص و تمیز نرسیده صفیح میگه تو قرآن، نه که دیوانه است.
مثلا میگه لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. آیه راجع به بچه های یتیمی که سرپرستی میکنید، میگه به این سفیها اموالشون حالا ندین تا برسه به سن اون موقع، چون اینا بخواد نمیدونه چجوری خرج بکنه، هنوز دچار احساساته. ما بچه بودیم فکر میکردیم اگه پول پیدا کنیم بعدن اگه درآمد بده همه رو میریم لواشک بخریم، مثلا میریم اون موقع بسنی خامه ای نون خامه ای بود خیلی دیگه، در آرزوی جوانای دوران ما بچه های اون دوران بود، آدم نمیدونه چجوری بره خرج بکنه دیگه. خب پس این حالا داشته باشین، سن بلوغ در واقع حلم، هنوز که آدم نابالغه کودک صفحه هست، همون چیزی که در واقع روانشناس ها میگن. جالبه که این کلمه حلم در قرآن هم به معنای صاحبان خرد اومده، احلام یعنی آدم های صاحب اندیشه، حتی خوابهایی که خوابهای اندیشمندانه است حلم میگن. فرقش با رویا اینه، رویا خواب معمولیه، وقتی که فرعون هم خوابش رو برای ساحران تعریف میکنه میگه اگر اهل تعبیر رویا هستین بگین رویای من، میگن ما به ما کنا به تعبیل احلامه به عالمین، ما احلامو نمیتونیم. حالا خیلی ترجمه میکنن این خوابای پریشان، نه این خواب تو خیلی حساب کتاب داره، هفت تا گاب لاغر، هفت تا گاب چاق، هفت تا شاخه خوش، هفت تا، یعنی این خیلی چیزای پیامای پیچیده ریاضی داره، آماری داره، ما اینا رو نمیتونیم بیان بکنیم. اما صفت عالی حلم در واقع حلیمه، حلیم مثل در باب فعیله، مثل علیم، علیم با عالم چه فرق داره؟ علیم یعنی بسیار، مثل علیم، مثل کریم، مثل رحیم، این در زبان عربی باب فعیل یعنی دیگه فوق العاده. خداوند حلیمه، 11 بار در قرآن خداوند به صفت حلیم آمده، 3 بارم درباره پیامبران. خیلی مهمه بدونین چرا خدا حلیمه، به چه دلیل خدا رو میگن حلیمه، خدا بالغ شده، اگه صفت بلوغه، چه این کلمه حلم چه ویژگی داره که به خدا نسبت داده میشه. خدا صبور نیست، ما به اجتماع میگیم خدای قربون صبرت، نیست؟ خدا چه صبری داره؟ خدا اصلا صبر نداره، برای اینکه صبر در برابر ضعفه، صبر در گرسنگی، صبر در مصیبت، بر خدا چه مصیبتی، چه سختی وارد میشه که لازم باشه صبر بکنه، مقاومت بکنه؟ خدا که قدرت مطلقه، اصلا معنی نداره، هیچ جای قرآن نیومده بگه خدا صبوره، صفتی است که به خدا اصلا ارتباط پیدا نمیکنه. ولی خدا حلیمه، 11 بارم آمده. چرا خدا حلیمه؟ میگن برای اینکه خدا ریاکشنی عمل نمیکنه، خدا مثل ما مثل ترقه از جا نمیپره، یه مرتبه جوش نمیاره، یه مرتبه عکس العمل نشون نمیده که عصبانی بشه، بشر اینجوری یه خون جشنش گرفت، نمیدونم یه حرفی زد دیگه نتونستم خدا رو کنترل کنه. خدا میگه یه عمری تو وقت داری، سرنوشتت هم خودت رقم میزنی، قوانین من داره عمل میکنه. یعنی اگه یه نفر تمام عمرشم بی خدا که هیچی، ضد خدا باشه، تبلیغات ضد خدایی هم بکنه، خدا جانشو میگیره، نعمتشو میگیره. یادتونم تفش 10 سال پیش بودم، آنتونی فلو تو لاس آنجلس آمده سخنرانی کرد که اینجا خوب عوض شده بود بعد از مدت ها که با بعضی از این پروفسورهای مسیحی صحبت میکرد، اینجا آمد گفت من از تمام کسانی که این 70 سال 60 سال باعث گمراهیشون شدم عذرخواهی میکنم. این بی خدا معروف ترین بی خدا بود در همه دانشگاه های اروپا و امریکا، مرتب می آمد و
یه فیلسوف انگلیسی معروفی بود، کتابای زیادی هم نوشته شده. خدا در این مدت کوچکترین بخواد حالا مریضش بکنه، نعمتش رو بگیره. حالا این خودش عوض شد، اونم به خاطر یافته های ژنتیک، با علم ژنتیک در واقع تغییر پیدا کرد. هیچ قانونی نمیتونه توضیح دهنده این شگفتی هایی که در عالم ژنتیک وجود داره. اصلا پاسخ مادی براش وجود نداره و جز اینکه جهان یک طراحی داشته باشه نمیتونه اصلا پاسخی ما نداریم. خب حالا خیلی هم تا دنیا رفته اینجوری، خدا کاری باشه نداره، خدا که عکس العملی رفتار نمیکنه. یعنی در واقع ما چون تابع غرایزمون هم هستیم، خشم و شهوت و آز و حرص و حسد و یک سلسله خصلت های در واقع ناشی از غرایزی که با حیوانات شریک هستیم، اونا که عقلانی رفتار نمیکنن، غریزه بر اونها دیکته میکنه، مطابق فرمان ژن ها عمل میکنن. ما تا حدودی همون عوالم رو به یادگار بردیم. به نسبتی که انسان بتونه از عالم سلطه غرایز آزاد بشه انسان تره، رفتارش رو عکس العمل های دیگران تعیین نکنه که اگه خوبی کردند خوبی بکنه، اگه بدی کردند بدی بکنه، اگه فحش دادن جوابشون رو بده، اگه تملق گفتن خوشخوشانش بشه. اینا همش ریاکشنه، این من نیستم که چگونه رفتار میکنم. من نسبت به رفتار دیگران بازتاب نشون میدم، پس در واقع من متغیرم. اون ایکس تو جبر یادتونه، من ایگرگم، تابع مردمم، شرایط به من دیکته میکنه. خب خداوند تابع شرایط بیرونی نیست، یک حکمتی داره. خداوند حلیمه، خدام نخواسته از خودش تعریف کنه که من حلیمم. هر جا که گفته اینجا خدا حلیمه، داره به ما درس میده که شما هم در این موارد باید حلم نشون بدید اگه میخواین متخلقه به اخلاق الله بشید. جالبه که در نهج البلاغه هم که به هر حال محصول فکری شاگرد اول اسلام، کسیست که اول مسلمان بوده، اول مرد مسلمان که با قرآن از 9 سالگی رشد کرده، با فرهنگ قرآن، شخصیتش با قرآن شکل گرفته و نزد مربی بزرگ مخاطب وحی بوده. به تعبیر خود حضرت علی میگه من مثل بچه شتری که تازه، بچه شتر شیری دنبال مادرش همش میره، من یه سر دنبال پیامبر بودم و هر روز او یک علامتی از اخلاقش بر من، پرچمی بر می افراشت و به من توصیه میکرد که تبعیت بکنم. یعنی میگه من اینجوری در واقع در دامن پیامبر بزرگ شدم. ایشون جالبه که این کلمه سفیه رو مرتب با حلم کار میبره. مثلا میگه که بس بعضی جا انتقاداتی به مردم مثلا نهروان، اهل خوارج و دیگه هست، مثلا اینجا میگه که انتم معاشر و اخفاء الهام سفها الاحلام، احلامتون یعنی عقل و خردتون سفیهانه است، بچگونه رفتار میکنه، شخصیت بالغتون بچگونه رفتار میکنه. یا میگه فلعن الله السفها للرکوب المعاصی والعلماء لترک تناهی. این دوتا رو مقابل هم میاره، علما، حلیم ها و صفه ها، یعنی اونا که شخصیت کودک دارن با اونا که شخصیت بالغ دارن. حالا من خسته میشین بگم راجب قضاوتی که راجب اهل بصره میکنه، اهل نهروان، امر و آس نام ها که نوشته به معاویه، همه جا این دوتا رو دقیقا مثل این شخصیت کودک و شخصیت بالغ که میگن، با واژه‌ای که در زبان عربی در واقع کودک و بالغ رو نشون میده اینا رو توضیح میده. نمیخوام خستتون بکنم اینا رو بیان کنم. در فرهنگ عرفانی ما هم حلم رو در این معنا درست فهمیدم که شما آثار حافظ یا مولوی و سعدی اینا رو ببینید، اون موقع میفهمیدن که حلم چه معنی داره، ولی امروز ما به کلی فراموش کردیم.
حلم تو جامعه ما حلیم رو مثل همون صبور معنا میکنه، در حال که صبور نیست، صبر در برابر سختی هاست، ولی حلم در واقع به عقب انداختن ریاکشنه، حلم در تحمل رفتار دیگرانه، حلم در واقع اخلاق اجتماعیه. کسی که حلم داشته باشه میتونه تو جامعه درست رفتار بکنه. من یکی دوتا نمونه خدمتون میخونم. یکی از حافظ، غزل حافظه، همون شعر معروف که ما بدین ره نپی حشمت و جاه آمده ایم، بعد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، شعر معروفه که آخرش میگه لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست. خدا رو داره میگه کشتی که لنگر میندازه کی حلم تو یه جا مثلا متوقف میشه، همش حلمه. لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. ما در این دریای کرم تو غرق گناهیم، ولی حلم تو تمام نمیشه، هیچ وقت لنگر نمیندازه. آبرو میرود ای ابر خطا پوش، ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. میگه در واقع ما ابر خطا پوش، یعنی تو ستار و لویوی، تو ما رو افشا نمی کنی، تو ابر خطا پوشی، پاک می کنی، آبروی ما میره اگه تو ستار و لویوب نباشی. ما به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. یک مناجات های مولوی هم هست راجب خداست، مفصل البته، من همین سه خط آخرشو میخونم. میگه ای مبدل کرده خاکی را به زر، طلا و نقره بینا کجا اومده دیگرم، تو خاک اومده دیگر، خاک دیگر را بکرده بلبشر، ما هم از خاک اومدیم، از خاک هم طلا ساخته، جواهرات ساخته، این همه سنگ‌های قیمتی، و هم از خاک بشر رو ساخته. کار تو تبدیل اعیان و خطا، کار من سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به حلم، من همه خلمم، خلم مقابل حلمه، مرا کن صبر و حلم. ببینیم عارفانم اینو درست به کار می بردن. حالا جالبه که در قرآن همواره کلمه حلم رو که برای خدا آورده مزدوج آورده، هیچ وقت خدا به تنهایی نگفته حلیمه، بیش از همه گفته خدا حلیم و غفوره، حلیمن غفورا، 6 بار، از 11 بار نصفش با حلم. نه چرا بعدن غفور میاد؟ یعنی محصول حلم چیه؟ اگه کسی تعامل داشته باشه، ریاکشنی رفتار نکنه، میتونه ببخشه دیگه. 6 تا آیست من حالا نمیخونم، تو خسته میشین، تو جلسه قبلا داشتید، من نتیجهشو میگم. یه جا میگه خدا راجع به سخنان لغو که شما رو مؤاخذه نمیکنه، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، این قسم هایی که میخورید لغوه. حالا این امریکایی ها مثلا میگه نگین او مای گاد، گاش مثلا، بابا خدا که به چه لفظه، این مهم نیست. اینا میگه یاخذ کن به ما عقدتم الایمان، اونجایی که دست دادید با هم، پیمان بستید، قرارداد امضا کردید، اونجا بهتون ایراد میگیره، مؤاخذه میکنه، تعهداتتون و پیماناتون رو به هم زدید. یا میگه به ما عقدتم القلوب، اونچه که دلهاتون در واقع کسب کرده، به ما چون دلتون کسب کرده. پس اینجا که میگه خدا حلیم و غفوره، یعنی شما واقعا گیر ندین به هم دیگه، این حرف رو به مزه من دیگه تا عمر دارم دیگه باش سلام علیک نمی کنم. چی شد شوهرم این حرف رو زد یا زنم این حرف رو زد، من تا آخر عمر فراموش نمی کنم. بابا تو دعوا که حلوا بخش نمی کنه، خب معلومه که بگو نگوها وقتی بالا میکشه، اینا حرفه، خیلی چیزا به زبان میاد ولی واقعا از دل بر نخواسته. و
وقتی که بگو نگو مشاجره میشه تو خونه، یه مرتبه میدی به پدر مادر هم دیگه هم تو این میکنن دو طرف، تو اصلا اینجوری، پدرت هم اینجوری، مادرت هم اینجوری، اصلا قصد این حرفا نیستش که. میگه پس انقدر گیر ندین به مردم که حالا چرا این حرفا سلام کرده میجوری تاونا، یا این حرفا به من زد، این توهین تلقی میشه. همه دلخوری های ما، قهر ها فقط همینه سر الفاظه. بابا خداوند حلیم و غفوره، تو چرا عکس عملشون میدی؟ فراموش میکنی. یه جا راجب نقضش های جوانانه، یعنی جوانان تحت تاثیر غریزن، همه بالاخره خودشون جوان بودن، دختر یا پسر تو اون سنین 14-15 به بعد یه پارچه آتش یادن، هیچ غریزه ای به قدرت و قوت غرایز جنسی نیست، نمیشه انقدر گیر داد که حالا تو چرا لباست، نمیخوام بگم نباید گفتا، میخوام بگم که یه چیزایی رو باید فهمید. خدا میگه که حالا نمیخوام آیاتش بخواین، آدرسش رو بهتون میده، میگه اونجا خدا میدونه که آخه چه نیروییه در برابر چه چیزی قرار گرفته. خدا حلیم و غفوره. اینا درسه که به اصطلاح هر کسی رو در پوزیشن خودش، سنی، فهم، درک. سوال دفعه پیش بود خانم شما سوال کردین که چرا نسبت به زنان مثلا آزاد اگه خیانت کنن با کنیزان گفته نصف، برای که شرایط مساوی نیست دیگه، در یه پوزیشنی نبودن. پس مهمه که چقدر این کار عالم نامیدن بوده. یه جا راجبه در واقع اون شکست احد میگه، جلسه گذاشتم اشاره کردم، این بزرگترین شکست تاریخ اسلام بوده، یه جنگ پیروزه که مسلمان ها پیروز شده بودن، دشمنم فراری شده بود و پراکنده شده بودن تو نخلستان ها. پیامبر 60 نفر بالای اون تپه احد گذاشته بود که تحت هیچ شرایطی اینجا رو ترک نکنه، یه نقطه سوقاجیشی بود، اونا که حج مشرف شدن میدونن اونجا اشراف داره به اون منطقه نبرد. جنگ که تمام میشه اینا میگن برگردیم، یه دون میگه نه پیغمبر گفت تحت هیچ شرایطی آسمان هم به زمین بیاد شما ترک نکنه، میگه نه قبل از جنگ ها تمام نشده. بین اونا اختلاف میفته، 35-6 نفرشون ترک میکنن میرن که از قناعه اونا یه بهره ببرن دیگه، شطرهای اسبایی که مثلا توی صحنه افتاده. دشمن شکست خورده و پراکنده هم میبینه که اونجا ترک شد، با هم جمع میشن و خالد ابن ولید که فرماندهشون بوده از پشت میان میرن اون باقی مانده رو میکشن، اونم شیبه تپه بوده، از پشت حمله میکنه به مسلمان ها که دیگه از اسب و شطرهاشون پیاده شدن مشغول قناعه من، 70-1/4 کشته میشن مسلمان ها. فرمانده شون حمزه، فیلمش هم دیدین دیگه، حمزه سید الشهدا کشته میشه، اسمش سید الشهدا شد دیگه، بزرگ شهیدان. 70 نفر هم زخمی میشن، پیغمبر هم زخمی میشن، پیشونیشون میشکنه، دندونا میشکنه. اگه اون چند نفر دور برای پیغمبر هم نگرفته بودن پیغمبر هم کشته شده بود، تو میبرن توی اون غار انتهای دره احد. خب با اینا چیکار باید کرد؟ حرف رسول رو اینا نادیده گرفتن، موجب یک همچین ضربه ای شدن. 70 تا شهید تو اون موقع، یه چهارم ارتش در واقع، بقیه هم که دست و پا شکسته و پیغمبر هم داشتن بین گرفته. هر جای دنیا اینا رو اگه امروز باشه محاکمه صحرایی و تیرباران دیگه، خائنین به جنگ. قرآن میگه چیکار بکنی؟ حالا به پیغمبر میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدادادی بود که تو انقدر با اینا ملایم شدی. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه آدم خشنی بودی و بدزبانی بودی، لنفذوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن. فاعف عنهم، ببخش اینا رو، و استغفر لهم، از خدا هم بخواه ببخش اینا رو، و شاورهم فی الامر، با همینا مشورت کن، یعنی در مسائل بعدی، یعنی همین خائنین آدم شخصیت وقتی با کسی بده باش مشورت بکنه، نظر تو چیه، موافقی، تو چی میگی، چی کار کنی، یعنی اصلا انگار نه انگار. یک کلمه شما تو قرآن دیدین که با اینا بد بگه؟ به اینا، اینا بزرگترین خیانت را چیز رو تو اونجاست که میگه خدا حلیم و غفوره. چرا؟ چرا اینا رو کاری باشون نکنه؟ چرا؟ در مواقع سخت، بله؟ در مواقع سخت، سخت ببخشید.
نه برای که اینا سوئلیت که نداشتن بیچاره ها اینا فکر کردن جنگ تمومه دیگه طبق غریزه بشری دنبال چیز بودن غنائم بودن نه بعدم تحلیلشون این بود که جنگ تمام شده همه مسلمان هم دارن غنیمت جمع کنم که فرار کردن بس. پس دیگه تمام شده معناش چیه؟ آدم به نیت افراد باید نگاه بکنه نه به نتیجه عملشون اگه بچه شما یه ظرفی که مثلا 200 دلار خریدین این تو کریستال افتاد شکست پدر مادر هم دارن داد بزنن یعنی اصلا کار نداره فرزندتون ماشینتون رو برداشت برد بیرون تصادف کرد توتال شد ماشینتون البته فرض کن بنده باشم میراد میگیره تو ایران بودم پسرم ماشینم بردم باید خونه گفتم چی شو ماشین بردن دزدیده میشه خب این که نمیخواست ماشین دزدیده میشه ببینید درس که اگه طرف خودش قصدی داشته نیتی داشته حالا من مثلا پسرم گفتم تو قفل کردی در رو گفت که نه کنکور میخواست بده عجله داشت دیدم بالاخره حواسش بوده دید درم نبسته بود ماشین هم دو سه سال بعد توی مرزای زابل زاهدان اونجا تو قاچاق میبردن و حالا داستانش مفصل وقتتون نگیر نه مونا خانم میخوام ببینن شما با پسرتون چی کار کردن خودشون فهمیدن یعنی حتی خداوند درباره کسانی که تخلف کردند و تخلفشون موجب چه کمچین جان 70 نفر اینا که بیچاره نیتشون بد نبود پس ایراد نمیشه به اونها گرفت همونا باز بودن تا آخر هم قهرمان ها جانشون هم اینا بعدها دادن همه در راه اسلام یعنی ایرادگیری نکنید خب همین درس برای ما آموزنده نیست که نگاه کنیم که اون میخواسته این کار بکنه یا نه حالا همسر آدمه، فرزند آدمه، همکار آدمه اگه این اتفاق افتاده چرا باید شماتت آدم بکنه، ملامت بکنه، قطع رابطه بکنه این باعث شد ماشین من تصادف کرد دیگه مثلا باش را رفت آمد نمی کنم این خودش یه درس اینجا که میگه خدا حلیمه و غفوره میخواد اینو به ما بگه یه جو دیگه راجب سوال پیش کردنه ما حسلم زمیر یه بار بچه آدم میپرسه چیزی بازم میپرسه ما گفتم که به نمیفهمی متوجه نیستید یه بار دقت بکن دیگه یعنی زود آدم چیز میشه از کوره در میره حسله نداره حالا معلم باشه یا پدرمادر کار داریم تلویزیون داریم تماشا میکنیم دارم روزنامه میخونم یه سوال میکنی دیگه یه خداوند این لا تسالو ان اشیاء ان تبدلکم تسوکم انقدر نباید بذاری وقت نزولش برسه هر وقت لازم باشه خدا میگه دیگه خدا حلیم و غفوره یعنی پیغمبر تو هم ناراحت نشه که حالا اینو چقدر بی خودی سوالای بی موقع میکنه خدا این چیزها رو حلیمه میبخشه یه جو از ندانم کاریا میگه پس اگه کسی نمیدونست شبیه اونی که خبر نداشت یه جمع راجع تعامل مخالفینه سه بار کلمه حلیم با علیم آمده من این داره به سرعت میذارم پس مهمترین درس حلم بخشیدنه اگر کسی میخواد بر خودش مسلط باشه شخصیت بالغ داشته باشه باید بتونه ببخشه ماندلا گفته بود که ما فراموش میکنیم ولی از دل خارج نمیکنیم میبخشیم ولی دل نمیبریم این کافی نیست برای چی با خودت داری حمل میکنی کینه رو بالاخره یه موقع تو عمل آدم خودشو نشون میده اگه قراری کردن ببخشه دیگه میبخشه دیگه علم حالا این وقتی مسائل سیاسیه و یا مثلا مسائل توی جامعه است یه بحث دیگه است ولی از نظر روابط شخصی آیه هم هست آیه نسبت کاظمین الغیظ و العافین عن الناس بله که دوتا باید با هم باشه دقیقا حالا سه بار گفته علیمن حلیما در مورد غفور میگه حلیمن غفورا پس مغفرت
محصول حلمه، ولی اینجا میگه علیمن حلیما. حلم نیازمند علمه. اگه آدم آگاهی نداشته، پزشک هیچ وقت میبینه عصبانی بشه با مریض، با مریضه به خصوص مثلا، یا اگه مثلا آدم بدونه که به سالمندی پدر مادر کسی دیگه آلزایمر گرفته، رفتارش رفتار غیر متعارفه، آدم چون میدونه دیگه عصبانی نمیشه، بدتری حرف هم بزنه خوشونت هم میکنه، آدم میدونه دیگه. حالا اگر در واقع در روابط زناشویی با این از سر کار اومده، خسته است، داغون است، صبح خصوص اینا که همه شده جنگ اعصاب، یا برعکس ببین آقا تو خونه بودی از صبح تا شب حوصله‌اش سر رفته، با این بچه‌ها سر کله زده، این جیغ بزن اون جیغ بزن اینو نگه دار، هر کدوم یه چیزی میخوان، دیوانه میشه آدم. خب مثلا انتظار نیست که من تا خونه برم خوشا بشین سلام علیکم چای مثلا. خب آدم بفهمه، علم داشته باشه که چرا رفتار این شخص این چنینه، تعامل میکنه دیگه. پس همه جا اصلا این دوتا واژه با هم دیگه میاد، واژه علم و حلم. ابراهیم که فرزند دار نبود، قرآن یه جا میگه بشرنا و غلام علیم، یه جا میگه بشرنا و غلام حلیم، این دوتا یکیه، چون علم داشت حلمم پیدا کرده بود. حالا به توضیحات بیشتر خدمتتون میدم. یعنی نگاه آگاهانه به اختلاف، به بگو مگوها، به این چالش ها در واقع داشته. وارد آیاتش هم بذاریم، موضوعاتو بگم اگه وقت بود من خدمتتون. بذاریم قبلا من از حضرت علی هم براتون بیارم که اونا چگونه فهمیده بودن. یه خطبه ایست راجع متقین، متقین رو حضرت علی توصیف میکنه، من فقط از زاویه حلم و علم خدمتتون توضیح میدم. میگه متقین در شبها بلند میشن، چگونه با خدا راضی نیاز دارن، اما روزشون چگونه است. و اما نهار فعلما اون علما، در روز اهل حلم، اهل علم، یعنی در جامعه با مردم خیلی تعامل میکنه، خیلی آگاهانه، ابرار و اتقیا، خیلی نیکو کارن، خیلی سلف کنترل دارن. یمزج الحلم بالعلم، حلمشون رو با علم ممزوج میکنن، یعنی مخلوط میکنن. و القول بالعمل، حرفشون رو با عمل. اینا حرسن فی العلم و علمن فی علم، در علم حریصن، علمشونن با حلمه، چون علم دارن. هیچ وقت یه آدم دانشمندی که با یه لات چال میدونی که نمیاد درگیر بشه، یه آدم فهمیده است، فرهیخته است، نمیاد که یکی به دو بکنه، همزبان بشه، چون علم داره اصلا اهمیت نمیده باش چگونه رفتار میکنه. میگه راجب آل محمد، میگه خاندان پیامبر، یخبرکم حلمهم عن علمهم، حلم اینا تو رو به علم اینا نشون میده، چه علمی دارن که اینقدر حلم دارن. یادتون با توضیح دادم به امام باقر، باقر یعنی شکافنده علم دیگه نیست، یکی میگه انت بقر، بقر یعنی گاو نر، تو بقری اسمت، میگه نه من باقرم. حالا یکی امروز به آدم میگه تو فارسی بزن، اگه همون معنا رو داشت، پدرت جدت فلا فلا شده، میگه شنیدم مادرت رخشور بوده، میگه خب کار خوبی اگه بوده باشه، لباس و مردم رو تمیز شدن که عیبی نداره. میگه شنیدم بدکاره بوده، میگه اگه بوده خدا ببخشتش، اگه نبوده خدا تو رو ببخشه. میگه حلم اینا نشون میده به تو که چه علمی دارن، میتونن انقدر خودشون رو مهار میکنن. میگه خیر چیه؟ لکن الخیر ان یکسر علمک، خیر اینه که علمتو زیاد کنی، و ان تعظم حلمک، حلمتو عظیم بکنی، بتونی مثل کوه باشی در برابر رفتار بد مردم.
یکی از متنی میخوندم تو اینترنت بود، میگه منتظر صبح یه خونه بیاییم بیرون کامیون گاربجش رو سرتون خالی نکنه. یعنی رفتار بعضی ها که عقده یه جا هستن یه مرتبه روزتون رو خراب نکنه. تو خودتی چی کار داری که اون چی کار میکنه؟ دلیل نیست که رفتار ما رو دیگران تعیین بکنه. خوبی کردن خوبی کنیم، این خیلی تمرین میخواد، خودسازی که آدم قوی باشه. و چه کاریه که من اسیر دیگران باشم؟ از امام صادق میفرماید تو شیعه ما نخواهی بود مگر اینکه اگه همه تمجید و زنده باد و اینا گفتن به خودت نگیرس اهمیت ندی، و اگر همه مرگ خواهی کردن بر تو، مرگ بر فلان، بازم به خودت نگیری، خودت به قرآن عرضه بکن، ببین اگه حرفا که اینا میزنن راسته، بازم اهمیت نده، مهم اینه که از چشم خدا افتادی. اگر بی خود میگن بذار بگن، تو خودت میدونی در عرضه به قرآن کارت غلط نبوده دیگه، بذار همه فحش بدن. مهم اینه که آفریدگار ما، خالق ما راضی باشه، نه اینکه حالا مردم چی میگن. خیلی ها مردم خیلی حرفا میزنن، معیاره که دیگران چی میخوان چی میگن که اون انقدر مهم نیست. میگه لا شرفک العلم ولا عزن کالحلم، هیچ بزرگ منشی مثل علم نیست و هیچ قدرتی هم مثل حلم نیست. خب این در واقع رابطه علم و حلم که اول باید حلم داشت، اول باید علم داشت و بتونیم حلم. یه بله اونا خیلی خیلی زیاده، باید بیان بهتون بگیم بنویسیم یا همش هست؟ نه همش نوشتم اینجا، نمیخوام وقت گرفته بشه، یه دونه دونه باید بگیم، شک باید کپی بکنین روشون همش. یه بار میگه خدا غنی و حلیمه. که یه آدم میتونه حلم داشته باشه؟ یکی این که بی نیاز باشه. این راجب انفاق اومده، میگه الذین ينفقون اموالهم، اونا که اموالشون رو در راه خدا میدن شب و روز آشکار علنی، منت هم نمیذارن سر کسی، زخم زبان های من نبودن حالا چی میشد چکار میکردی؟ یا تو نصیب بار دیگه مثال هم زدم، یه دوستان تعریف میکرد خودش اتفاق افتاده بود، اداره میگفت داشتیم میرفتیم با یه همکارمون، میگو بارون هم ماشین که پیاده شدیم بارون میامد و میگو بیا زیر چتر من پیش بینم چتر نمیگو دارم، میگفت ای قر میزد، قر که نه، میگفت که خدا رسول منو برای تو و اینه الان موش آب کشیده شده بودی، الان پرونده هم خیس میشد، چرا نباسته میده خوشویی تو بارو چرا خرجی رو دستی گذاشته بگو هی گفت گفت میگفت چلا داری که رسیدیم یه حوضی بودم پریدم تو حوض گفتم کشتی بارو دیگه بعد میگه قول معروف، بابا یه زبون خوش داشته باشی بهتر از اینه که کمک مالی به دیگران بکنی بخواه پدرشون در بیاری، بابا ببخشید مذرم میخوام ندارم نمیتونم بدم، این خیلی بهتره که بدی و بعد هی بخوای منت بذاری، یا بعد انتظار داشته باشی که نیاب عجب مردم پیششون رو انها نگه هم بهش کمک کردم نه یادشون میره بله ایش تشکر هم نکرد. پس ما نیازمندیم که تشکر بکنن دیگه. این خاطره دارم خدمتون عرض کردم، من تو پدرم همیشه تو هر مسیری میرفتن سرام سوار میکردن کسانی گرم ما هم بعضی وقتا این کار رو میکردیم، بعضی وقتا ولی یه مسیر دور میرفتر عقب دوتا زستا پر شده بودن، ماشین هم پیکان بود، پیکان هم این دو نفری جلوش جای اون دندشه بود، یه کسی نشسته بود، من یکی دیدم بیچاره سب کردم ترمز کردم و این خیلی قر زد، با خیلی طول کشید عواش عواش بیاد این وسط و بعد گفت اونجا رو ناقل میداد یه کنسول بسازن یه چیزی تخته میزنن هی تا اونجا که رسیدیم هی قر زد که بعدم گفت نگردم اینجا نگردم، فکر من مسافر کشم که پول میگیرم، بعد خیلی طول کشید در رو نمیبست یواش مثلا میخواد پول در بیاره، حالا مثلا دو تومه میخواست خیلی معطل کنه،
درم محکم به هم زد که مثل ما رو سفر. بعد خب منم ناراحت شدم، من که رفتم پیش خودم گفتم تا من باشم یه کس و ناکسی رو سوار نکنم. مرتبه یادم افتاد آها پس احتیاج داشتی که بگی خدا به درتو میآورده. خیلی زود تلنگر خورد بهم که پس برای خدا نبود، برای خودش آدم باشه انتظار داره که تشکر کنه، خدا به درتو بیامرزه، کاش که همه مردم مثلا انقدر از این حرفا دیگه. پس نیاز داری. اینجا میگه بابا چرا منت میذارین، چرا اذیت میکنین مردم رو با حرفتون؟ یه زبون خوش داشته باشی بهتره. اگه ندارم معذرت میخوام، اون بهتره. اونجا میگه خدا غنی و حلیمه. حالا خیلی وقتا ما ایراد میگیریم که این همه من بهش خوبی کردم، نمک نشناسن اینا، اصلا یادشون میره و بعدم روابط بدی به رخ هم میکشن. یعنی میگه بابا خدا حلیم، خدا میدونه. میگه خودتون چقدر خدا نعمت داده، صبح تا شب ما غرق نعمتیم، در هر نفسی که فرو میرود دور نعمت موجود است. خدا چون بی نیازه کاری نداره به ما، چون غنیه انتظار نداره که ما حتما شکرشو بکنیم. تازه شکرم برای خودمونه، برای خدا که نیست. هر جا قرآن یه صفتی از خدا آورده به ما داره درس میده، چون خدا از روح خودش در ما دمیده، در ما یه استعداد صفات خدایی گذاشته. مگه نگفته نفخت و فیه من روحی؟ روحی چیز آسمانی که نداشته، روح یعنی همین صفات خدا. پیامبرم یه تخلقو به اخلاق الله، خلقتون رو خلق خدایی بکنید. برای همه جایی میگه خدا چجوریه، شما میجوری باشید. حالا یه جا دیگه میگه خداوند شکور و حلیمه. این مفصل ترین آیه است و آیه هم خانوادگیه، زن و شوهر و بچه هاست. بسیار آموزنده است. میگه یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم. آیا از باج رو اولاد عدو به آدم من دشمن آدم؟ نه، میخواد بگم چیزای پیش میاد تو خانواده، دشمنی هایی، اختلاف هایی با همسرتون یا با بچه هاتون پیش میاد، چیکار بکنه؟ میگه فحذر حذر یعنی سپر، مراقب باشین، در واقع الرتیست، در واقع دست کم نگیرید. یعنی مسئله خطرناکه، خانواده در معرض خطر قرار گرفته. بعد چهار کار میگه: ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. ان تعفو، عفو یعنی ندیده گرفته. حالا آدم ممکنه عفو بکنه ولی قیافه میگیره بهتره، یک اخمی میکنه که خودش بدتر از هر چیزیه، یا میبره تو خاطرات خودش، تو ذهن خودش. میگه تصفحو باز مثل همون صفحه با ساتو هجیمیه، یعنی به صفحه صورتتون هم معلوم نشه، به روی مبارک نیرسن و در صفحه دلت هم نبر. میگه هر کسی هر چیزی رو در دلش میبره یه روزی به زبانش جاری میشه یا در عملش. پاکش کن دیگه، چرا خودتو پدر خودتو داری در میاری؟ اکثر من نشون ندادی و شب خوابت نمیبره، فردا سر کار همش تو فکر این کاری کرد، چرا این حرف زد؟ آقا برای چی با خودت داری حمل میکنی این رو؟ تمامش کن دیگه. حداقلش اینه که آدم دیگه با اون طرف دوست نمیشه. بعد دیگه بابا یه حرفیه دیگه. حال تو خانواده اول عفوه، دوم صفه، سوم قفره، کفران. بعد این رو با خوبی نداد به تو بده، حالا با تندی کرد تو با ادب، میدونم عزیزم تو خسته ای و انتظار که من نباید داشته باشم. یعنی میشه بدی رو به خوبی جبران کرد. چهارم دلسوزی، میگه بدونی خدا غفور و رحیمه ها، خدا هم میبخشه هم رحمت، رحمت این دلسوزی تو دلت بسوزه. چرا این اخلاقش اینجوریه؟ چرا باید اینجوری باشه که هم میشه تندی میکنه؟ چی کار میشه کرد؟ به جای که مثلا کینه و نفرت به بدخواهی باشه، چرا دلسوزی نباشه؟ حالا میگه که بدونید که انما اموالکم و اولادکم فتنتون،
این دارایی‌ها خون زندگی و پول و ثروت و حساب بانکی شما و بچه‌هاتون فتنن. فتنه نه به معنی فارسیش که بده، فتنه این آزمایشگاه، یعنی خدا میخواد امتحانتون بکنه با اینایی که استعداد خدایی داره چگونه رفتار کرده. تا یه حرفی زد این خفشو جوابشو دادین، فضولی نکن، یا نه پرورش و رشد اینا مورد نظر بوده. شما با اموالتون دارین امتحان میدید، با فرزندانتون دارین امتحان میدید، که همه اینا میتونستن شخصیت‌های بزرگی بشن. چیکار کرده این رو؟ اینا همش استعداد بودن. اگه بد و خوبی بخشش خود شما تربیتشون کرده اینجوری. فتقوا الله ما استطعتم، تا اونجایی که میتونین سلف کنترل داشته باشین، خودتون رو مهار بکنید در این اختلافات خانوادگی. میگه خرج بکنید. انفقوا یعنی چی؟ یعنی خب این مشکلات عمدتاً ریشه اقتصادی داره دیگه، مسائل مالی، اختلافات پیش میاد. اینو خواستم ندار، گرون خرید، ارزون خرید. 90% اختلافات وضع مالی خانواده که بد میشه، اختلافات از اون موقع شروع میشه. میگه از اون چی که خدا بهتون داده حالا خرج بکنید تو خونه. لانفسکم، این برای خودتونه. پولو بخواد چیکار بکنید؟ چه چیزی مهمتر از این که همسر و فرزند آدم شاد باشن و روابط خانوادگی صمیمی باشه؟ پول برای چی آدم میخواد؟ مگه پول نمیخواد خرج بکنه که شادی پیدا بکنه؟ بهترین شادی تو خانواده است. میگه پس تا اونجا که میتونیم. و من یوغ شوه نفسهی، اگر کسی بتونه بر بخلش، شوه میگن بخل تو ترجمه ها، ولی بیش از بخله، بخل رو میگن خسیسی شدید، ولی شوه به معنای بختیار سنگرتو نگهدارم هست. یادتونه سنگرتو نگهدار، اگه کوتا بیان پر رو میشه، دفعه بعد یه پله میخواد بیان جلوتر، باید وایسا. چه فرق نمی کنه زن نسبت به شوهر یا شوهر نسبت به زن. مثل اینکه ما در یه پوزیشنی باید باشیم، طرف انتظارش نره بالا، حالا این کاره بکنم فکر بکنه که نه دیگه حق بشه. میگه نه، اگه تو بتونی مهار کنی این شبه نفس تو، فاولاک همون مفلحون، اینا دیگه پیروز شدن، رسیدن، اینا بهشتیه. همین، اگه کسی بتونه غلبه بکنه بر این خسیس بودنش، خسیس در مال، خسیس در رفتار، من از موضع خودم، از این ایگوی خودم نمیام بیرون، خود ایگو هم یه خسیسی میخواد دیگه، من نمیخوام من مایه بذارم، اون باید مایه بذاره، اون چهار تا قدم بیاد تا من یه قدم برم جلو. تو اگه بتونی برای این غلبه کنی، یه تیک آف کردی، رفتی. دنبال اینجاست. بعد میگه که تو فکر نکن حالا به اون که دادی از دستت رفته. این تقرض الله قرضن حسنن، به خدا داری قرض میدی. جالبه، میگه تو این که داری خرج فرزندت و همسرت میکنی، دادی به خدا. خدا میگه به من قرض بده و از آفن مضاعف بهت پس میدم، و دستت نمیره، به من قرض دادی چند برابرم میدم. بعد میگه والله شکور حلیم. حالا چرا میگه شکر؟ خوشحال میشه از کاری. شما یه بار معنی کردیم، معنی شکر یعنی این چیزی که دارید ازش استفاده کنید، فقط کلمه چیز زد داشته باشید. یعنی شما این مثلا یه ماشینی دارید، از اون ماشین استفاده کنید. استفاده به این معنی را شما. بله، ما تشکر از کسی میکنیم یه روحی است دیگه، نیست؟ ببینید این لیوان الان اینقدرش خالیه که لطف کرده آوردیم. من میتونم بله تشکر بکنم که خیلی ممنون، چون سرشم بالا باشه میریزه دیگه. ولی اگه من ایرادگیر باشم همسرم رو چایی آخه سرخالی که اصلا با آدم نمیشه. این چه چاییه؟ چرا یه ذره سرده مثلا؟ یعنی نگاهتون نگاه شاکرانه باشه. اگه همسرتون یا شوهر یا فرزندتون حالا امروز حالش خوب نبوده، عصبانی بوده، بابا صد بار غیر از این بوده،
تو چرا این روزه داری نگاه میکنی؟ همیشه روابط خوب بوده. شما اینجا احساس کردین چشم دارین؟ مگر موقعی که چشمتون درد میگیره. دندون آدم هیچ وقت احساس نمیکنه دندون داره. مگر دندون درد میگیره. نگاه ما همیشه نگاه موقعی است که یه ایرادی پیش بیاد. میگه خدا نگاهش به بنده شکورون حلیمه. خداوند نگاه میکنه که بابا این که همیشه نماز میخون، حالا امروز کار داشته گرفتار بوده نخونده، همیشه مراقبت با خودش میکرد، امروز عصبانی شد با همسرش فرزندش صداش بلند شد، بابا برای یه دفعه که نگن قیصریه رو که با خاطر دستمال آتیش نمیزنه. همه مشکلات ما سر اینه که نگاهمون نگاه شاکرانه با تشکر به همسرمون به فرزندمون نیست. عیب میگیریم، ایرادگیر هستیم. من نمیخوام به زنها بگم یا به مردا، این بشر، ما انسانها اینطوری هستیم. در واقع فوق العاده همه اینا سخته، ولی وقتی میگه خدا شکور و حلیمه یعنی شما میگه نگاه مثبت بکنیم ایراد نمیگیره دیگه. اگه یکی همیشه اینجوری باشه خب اون یه بحث دیگه است، ولی واقعیتش اینه که آدم با کسی زندگی میکنه یا با کسی که همکار ادارشه، همیشه که اینطوری نبوده، امروز حالا به هر دلیلی. پس شکور و حلیم، پس اول اگه نگاه تشکر داشته باشی حلم پیدا میکنی. پس حلم نتیجهش بخششه، ولی خودش نیازمنده یکی علمه، یکی احساس بی‌نیازیه. من نیاز ندارم به تشکر. قرآن میگه کسانی که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، داره میده به مسکین، میگه انا نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر وجه خدا، راه خدا، نیت خدایی داریم به شما میدیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه جزایی میخوام نه تشکری میخوام. میگه و ما لعهد نندهوم نعمت ترزا، اصلا اینا قبول ندارن که پیش کسی نعمتیه که بخواد به من بده. الا ابتغاء وجه رب الاعلا، فقط گل روی خداوند عالی رو میخوان. اینا دستشون به چشمشون به مردم نیست که ما حالا این کارو بکنم، اون به من حالا تشکری بکنه، یا یه روزی حالا اونم به داد من برسه. اینا پایا پایه، اینا کار خیر نیست اسمش. پایا پای این کار میکنه که اون کارو بکنه. میرم اون مهمونی چی آورد، ما موقعی که تولد من بود چی آورد؟ 50 دلار بیشتر نمیارزه که 50 دلار بیاره. عروسی پسرش تفت نکرد، منم نمی کنه. کی چی کار؟ همش همین هاست که کی چی کار کرده، چقدر کادو آورده، آورده یا نیورده، چی آورده. اینا پایا پای دیگه، اینا دیگه اجتماعیه. ولی اگه نه، برای کار خداست، من این وظیفه منه، من دوست دارم خدا چون بخشنده است منم باشم، چی کار دارم که اون اصلا قدرشناس هست یا نیست، به من چه مربوطه؟ اگه برای خداست که دیگه عکس العملی نیست دیگه. ببینید در یه قالب حلم که شخصیت در واقع رشد یافته است، شخصیت بالغه، حلیم باید همینا باشه دیگه، ببخشه، بی نیاز باشه، با نگاه مثبت که این جهر الحمدلله انقدرش پره، توش آبه، اینجوری نگاه بکنه. حالا بچهش هم هرچی از 18 گرفته، بابا فلانی 20 میگیره، همیشه 20 میگیره، خیلی خوب. آدم ها که یه جور نیستن دیگه. با بچه هم نمیشه گفت چرا تو چرا اون مثل اون هست، مقایسه نباید کرد. خب دوست تو را شد پیام برانم هست، خسته شدیم. خب پس بذارید یه رو دیگه برم، شما میتونیم چشمتون رو ببنده، خسته شدیم. خانم کرن آرمسترانگ آشنا هستیم باش؟ نیل بله، اسمش نیله، نیل کرن، نیل آرمسترانگ. نه فرزانه بردارو که نمیگه کرن آرمسترانگ. این نان بود، خانم راهبه مسیحی که 7 سال راهبه بودش،
نویسنده پژوهشگر انگلیسیه و 12-13 تا کتابم راجع به ادیان تطبیقی نوشته، مقایسه ادیان با هم. این در آکسفورد هم ادبیات کلاسیک خونده و یک کتاب آخرین کتابش هم راجع به زندگی محمده، میگه A Prophet for Our Time، مطالعه کرده، خیلی کتاب زیبایی است، توصیه میکنم بخونید، جز پرفروش ترین کتاب های 2-3 سال پیش امریکا بود، زندگی پیامبر اسلامه. حالا کتاب دیگه نمیخوام معرفی کنم. این یه بخشی از کتابش این راجب حلم. من این یه تیکش رو ترجمه کردم زیاد براتون بخونم. میگه مسلمانان دوران پیش از اسلام را طبق عادت دوران جاهلیت مینامند، The time of ignorance. میگه هرچند ریشه جهل به نوعی ارتباط با نادانی دارد، اما معنای اصلی جهل تندخویی، خشم، حساسیت، فخر فروشی، تکبر، نخوت، افرادگری و از همه مهمتر استعداد و آمادگی خشونت و انتقام است. میگه مسلمانان ابوالحکم سرکرده مخالفان را ابو جهل می نامیدند، نه به این دلیل که از اسلام خبری نداشت و جاهل بود، به خوبی هم اسلام رو می شناخت، از بقیه هم بهتر می شناخت، بلکه به این دلیل که با کوردلی و سبوعیت و بیرحمی علیه اسلام و مسلمانان تلاش می کرد. میگه مسلمانان عوارض دوران جاهلیت را سالها پس از گرایش از اسلام از خود بروز میدادند. جاهلیت چیزی نیست که یک شبه از دلها ریشه‌کن شود. جاهلیت به عنوان یک آفت و عارضه درونی و پنهانی در کمون و آماده برای شعله ور شدن تخریبی در هر لحظه در آنها باقی ماند. هنوزم هست جاهلیت، یعنی قرائز، کفن بپوشیم، راه بیافتیم، راه پیمایی، سفارت خونه بگیریم و دیوار بریم بالا، ترور کنیم، چرا این کاریکاتور کشیدن، چرا این تو کتابش این حرف رو نوشته. حالا جالبه، یا داعش آقای مهندس، بله، میگه قرآن مسلمانان را در برابر خطر غلبه اخلاق دوران جاهلیت به حلم دعوت کرده که به صورت تاریخی در میان اعراب به خوبی شناخته شده بود. میگه مقابل الان بهتون نشون میدم، تو قرآن هم همه جا جهل رو در برابر حلم میذاره، برخلاف اون که ما جهل رو در برابر علم میذاریم. حالا توضیح بیشتر میده. میگه زنان و مردان حلیم خود را برای تحمل بدرفتاری دیگران و محبت ورزیدن به مخالفین تربیت می‌کردند. آنها توانسته بودند خشم خود را فرو نشانند و در سخت‌ترین شرایط که شخص را به انفجار غضب می‌کشاند آرامش خود را حفظ کنند. آنها نمی‌خواستند تلافی و مقابله به مثل کنند. حلم عکس العملی مثبت برای آنها به بار می‌آورد. مسلمانان می توانستند با رعایت حلم به ضعفا رسیدگی کنند، محرومان را سرپرستی و اسیران را آزاد کنند، یکدیگر را به صبر و رحمت تشویق کنند، گرسنگان را سیر کنند حتی وقتی خودشان گرسنه بودند. یک مسلمان باید همواره در حد کمال نجابت و تواضع و ادب و مهربانی رفتار دیگران را تحمل می کرد. آنها مردان و زنان صلح پیس بودند برای آنکه بتوانند بنده خوب خداوند رحمان و رحیم باشند. آنها با تواضع راه می رفتند و اگر مردان جاهل با آنها توهین می کردند آنها پاسخ سلامت و مهرامیز می دادند. یه فصلش راجبه همین حلمه که عامل حلم باعث این کنترل مثلا رفتاری تو اونها شده بود و میگه متاسفانه این یه شبه بین نمی رفت، بازگشت. الان به شدت بیشتر دوران جاهلیت برگشته.
یعنی خیلی قشنگ میگه اینو، من ندیدم هیچ مسلمان دیگه بگه که دوران جاهلیت نه اینکه بی خبر بودن، دوران غلبه خشم و خشونت در واقع بود. بعد اتفاقا تو این نوشته های توشیهو کویزوتسو، کتاب اون ژاپنی که راجع به قرآن خیلی کار کرده بود، تو یکی از فصل کتابش راجع به جهل و حلم توضیح میده. اونم میگه که جهل اصلا نادانی نیست و چند تا استناد میکنه به همین آیات قرآن. مثلا یه جمع آیه 33 سوره یوسفه، یوسف وقتی که در محاصره اون زنان قرار میگیره، اول که اون زلیخا بوده و بعد دیگه همه زنان دربانی، بعد از اون داستان مهمونی که به همه سیب و پرتقال چی میده، همه میفهمن که بابا این بیچاره بی تقصیر بوده. از اون به بعد دیگه بعد میگه خدایا به دادم برس که اگه به دادم نرسی من دیگه دارم میفتم، دارم میرم. رب الا تصرف انی کیده هن نه اس و الیه نس و با ساده به رگبار بارانم میگه صبت علیه، یعنی به شدت مثل رگبار من دارم، یه جوونه به سن بلوغه. و اکن من الجاهلین، خدایا دارم از جاهلین میشم. یعنی چی؟ خود علمشو از دست میده یوسف؟ حلمشو داشته از دست میده، حلمشو، یعنی تحت تاثیر غرایز قرار میگیره. گفتم حلیم کسیست که از غرایز عبور کرده، غرایزو نه که غریزه دیگه نداره، غریزه رو کنترل میکنه. یه جا راجع به نوح میگه، داستان نوح خوندین، وقتی که طوفان میاد همه جا رو آب میگیره، میگه پسرش رو دید که میگه بیا پسر جون سوار شو، بیا سوار شو. میگه نمیرم سر کوه. میگه امروز یه حرفا نیست، بیا سوار شو. بعد میگه همینطور که این داشت اصرار التماس میکرد، یه موجی حائل شد و زدونم غرق شد. بعدم نوح پدر دیگه، پدر را بچه آدم هر چی باشه، هر کی باشه، عاطفه است، بزرگ کرده اینا رو که کارش نمیشه کرد. میگه خدایا که تو به من وعده داده بودی اهلم رو نجات میدی، و ان ابنی من اهلی، پسرم از اهلمه، تو هم که بهترین وعده دهندگان هستی.